شیطان تو آخر زمان به خانواده ها حمله میکنه میگن ما برای اینکه خانواده های غیر یهود رو از بین ببریم باید اونها رو از مسیر پاک خارج کنیم و راهشم زن هست خانواده اگه بخواد دوچار و فرو پاشی باشه محور خانواده زنه اگر زن فاسد بشه مرد رو هم به فساد میشه از قدیم معروف بوده میگفتن یه زن فاسد یه محله رو به فساد میکشه اما یه مرد فاسد اینجوری نیست یه زن فاسد میتونه این کار رو بکنه رابرت مرداک دوستانی که اگر میتونن تو اینترنت یه جستجو بکنن این اسم رو رابرت مرداک این به سلطان شیاطین معروفه به سلطان شیاطین معروفه قول رسانهی قرب یه سهیونیسته این شخص رو یه مصاحبه باش کرده بودن رابرت مرداک میگه ما میخوایم کاری بکنیم که تا سال 2020 سال 2020 الان سال 2023 هستیم میخوایم کاری بکنیم که تا سال 2020 زنان ایران خودشون رو به نمایش بگذارن اون مجری که باهاش مصاحبه میکنه میگه خب آخه چه جوری مردای ایرانی معروف به غیرتن شما چه جوری یک یه کار این بکنید که زنان خودشون رو به نمایش بگذارن ایشون میگه قورباغه رو دو جور میشه پختش یکی اینکه شما تو یه ظرفی که آب 100 درجه هست قورباغه رو یه مرتبه بندازی اون تو خب این تحمل نمیکنه میپری بیرون یه موقع هستش که تو آب سرد بگذاری یواش یواش حرارت رو ببری بالا کم کم وقتی حرارت رو ببری بالا قورباغه خودش رو تطبیق میده با دمای هوا و یواش یواش میتونه شرایط رو تحمل بکنه ما مردای ایران رو قورباغه پز میکنیم یعنی کاری میکنیم که حساسیتشون از بین بره رو همین جهت هستش که شما میبینید که الان این مسئله بیهجابی دیگه بعد هجابی که دیگه نیست دیگه بیهجابی اینجوری داره گسترده میشه روز برادر بزرگ خواهر بزرگ بار مسئله بیهجابی و هجاب دعوای یه متر روسری و پارچه نیست امروز دعوا و تقابل دوتا نماده دوتا نماد من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید امروزه بیهجابی مهمترین نماد مهمترین نشانه فرهنگی غرب مهمترین نماد این پرچم رو بتونن بکوبن سر چیزای دیگه خواهد آمد این مهمترین سنگره اینو بتونن فتح بکنن سنگرهای بعدی رو به دنبالش خواهند